بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تیوی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تیوی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تیوی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. جواب امیدوارا رو میرید بدید دیگه در مورد این سال زرتشت. بالاخره شما یهودی هستید یا نیست؟ آقای امیدوارا میگه شما یهودی صهیونیستی. زرتشتی چی نمیدونه؟ وگرنه مثلا اطلاعات من در امیدوارا شاید 100% مخالفم باشم. آقا میخوای مناظره ببینیم؟ چه مناظره ای؟ شب جمعه است، فردام جمعه است، تعطیله، بالاخره استراحت میخواهید کنید. منم شاید یه دو سه روز نباشم، یه سفر خیلی مهمی در پیش دارم، ان شاءالله باید برم انجامش بدم. گفتم که حداقل یه برنامه داشته باشیم، برید لذتشو ببرید. قضیه چیه؟ قضیه از این قراره که مایوس نادان میاد توی کانال تلگرامش میگه این جان بوق از سید محمد حسینی مجری کانال ولیعصر برای مناظره بر سر دفاع از باورهای شیعه دعوت به عمل میآورم. البته میدونم شاید بعضیتون الان تا اینجا شاخ در برده باشید، این اصلا ادبیاتش این نیست. من اینو یه مقدار پاستوریزش کردم، چرندیات بسیاری گفته، توهین‌های بیشمار، خب سطح شعور خودش رو نشون میده. بعد میگه اگر ایشان فکر میکند در برابر من میتواند از اسلام شیعه و اهل بیت دفاع کند، این گوی و این میدان میتواند با رعایت اصول مناظره، که اینا خیلی مثلا مناظره بلدن، فقط فحاشی میکنن، در برنامه من شرکت کند. ببین باز زرنگ بازی که پول از یوتیوب در بیاره و به صورت مساوی با رعایت وقت مناظره کنیم. عدم قبول دعوت این جانب به منزله ترس این جماعت در دفاع از باورهای موهوم شیعه است. خدا رو شاهد میرم این اگر بتونه با یکی از خواهرزاده های من که 12 سالشه مناظره کنه. برای هماهنگی برای مناظره به تلگرام شخصی من با آیدی بوق تماس حاصل شود. پارسال قبل از اینکه این نقابش رو برداره، شخصیت اصلی خودش رو نشون بده، همین دکتر حسینی اومد اعلام کرد که آقا بیایید مناظره. تو اون دوران برگشت گفت نه، مناظره بین ما ملیگرایان، ملیگرایان فکر البته، با شیعیان به ضرر جمهوری اسلامی صلاح نیست و فلان اینها. در صورتی که این ترس داره، اصلا سوادش رو نداره بیاد مناظره کنه. بریم اول این کلیپو ببینیم، نکات خیلی خیلی مهمتری دارم. این کلیپو ببینیم. آقای شیخی سلام علیکم. من اگر مطلبی مون دیگه کامل شد دیگه، نیازی هست از کانال دیگه رو نشون بدم. آقای شیخی سلام علیکم و رحمت الله، نگفتید به ما. آقای شیخی سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوبی؟ ما خدمتتون هستیم. ما اول برنامه یه ادعایی کردیم. لازمه باشید آقای سید آقای آقای اسم آقای شیخی اومدید؟ اسمم شیخیه مگه؟ خب محسن شیخی هستم. آها اجازه بدید آقای ایشون کیه؟ مخاطبین عزیز ایشون کیه؟ بذار من اول بگم کیه، بعد ببینیم سید محمد حسینی چطوری معرفی میکنه. اگر یادتون باشه پارسال بود من یه برنامه ساختم، عکسش رو روی صفحه دارید میبینید، وقتی که یک فاحشه با حمایت مایوس نادان تحلیلگر میشود. اینا پارسال اومدن 3-4 تا برنامه ساز رو دوروبر خودشون جمع کردن، یه حمایتایی هم هر از گاهی میکردن که اینا بیان فضای رسانه رو به دست بگیرن، که الحمدلله تک تکشون گور به گور شدن. دو سه تا بودن، البته یکی دو تاشون هم که باش زیاد دمپر شده بودن، اونا یه مقدار آره خودشونو جمع جور کردن، حواسمون به اونا هم هست، فکر نکنن یادمون رفته. اما یکیش همین بود، یه دو سه تا دیگه هم بودن. یکیش هم همینه که الان زنگ زده به سید محمد حسینی تو شبکه جهانی ولیعصر، اینجا مچشو میگیره و در ادامه خیلی باحال آچمزش میکنه. گوش بدید. همونیست که رفته تو یوتیوب کلیپ ساخته بود ما پخش کردیم اینجا، مطلبش هم گفتیم، یه اومد تو لایو من در مورد همون مطلبی که اومده گفت گفتیم انشان کجاست، گفت همونجا که بوده و ادبش رو نشون دادیم به شما در همون تیم شکست خورده آقای امید دانا که دیگه کلا از ریل خارج شدن. خب خیلی خوب کاری کردید آقای اومدید. ما سوال پرسیده بودین، شما فرمودید سوالات ما رو جواب دادید، درسته؟ فرمودید شما سوالات برنامه ما رو جواب دادید، درسته؟ زرتشت مثلا کی بوده؟ میشه یه عدد به من بدید؟ حالت شما رو داخل 3 تا برنامه. آقا 3 تا برنامه اصلا 30 تا برنامه، یه عدد دیگه کی بوده؟ خیلی کار سختی نیست گفتن. میشه بفرمایید ما یاد بگیریم؟ نه شما نگاه بکن. سوال من خیلی واضحه. گفتید جواب دادید به سوال ما. زرتوش کی بوده؟ آقا کی بوده؟ بفرمایید بینندگان یاد بگیرن، من استفاده میکنیم. حال نداره، عجله نکنید. عجله ببینید، میدونید که دقیقه دقایق آخر برنامه تماس گرفتید. بفرمایید زرتوش گفتید جواب دادید کی بوده؟ اصلا اگه فکر کردید اینجا من اجازه میدم، بخواید بیاید مثلا این همه جسارت و اهانت کردید به ما.
ببین اینا عادتشون ها تو مناظره، ببین وقتی جواب نداره چون سواد نداره، وقتی جواب نداره میخواد به حاشیه بپردازه. اینجا سید محمد حسینی واقعا فوق‌العاده کار کرد، یعنی نفسش رو برید، چون تو لایف های خودشون اینجوری نیست. مایوس نادان اینو میومد به عنوان کارشناس مثلا آیین زرتشتی معرفی میکرد، بعد جالب خودش هم به عنوان کارشناس میرفت اون برنامه نظر میداد. قصدشون هم چی بود؟ حمله به اسلام بود. حالا گوش ببین چی کارش میکنه اینجا. چه بحث قانونیش ما اجازه داریم بخوایم ورود پیدا بکنیم سر جای خودش؟ بحث دیگه سر جای خودش. زرتوش کی بوده؟ زرتوش کی بوده؟ زرتوش من در برنامه جواب دادم. آقا یه بار دیگه به ما بگو برنامه شما جواب یه چیزی ما کلیپاتو پخش کردیم. زرتوش کی بوده؟ اصلا اگه فکر کردید، اگر فکر کردید من اجازه میدم این برنامه برید اینجا. عمرم 200 بار میپرسه زرتوش کی بوده؟ بعد جواب نداره، میخواد به حاشیه بره، البته آخر ماتشو میگیره. نگاه کنید آقا زرتوش کی بوده؟ و شنیدی و میدونی دوباره بگو. اصلا من خودمو دارم میذارم، فکر کن من خودمو دارم میذارم به نشنیدم. شما جواب بده دوباره. آقا میگی جواب دادید، من خودم من شنیدم دیگه. اصلا فکر کن جلو بینندگان. بار اول پرسیدی آقا زرتوش کی بوده؟ زرتوش کی بوده؟ آقا مستقیم جواب دادید زرتوش کی. یه سوال ما این بود دیگه، زرتوش کی بوده؟ بفرما اونی که میخواد براش در نظر بگیره، برای من مهم نیست. تصور کردی اینجا میذارم میبر اونور برید، اصلا اجازه نمیدن. زرتوش میگید جواب دادید، زرتوش کی بوده؟ میگید من دیدم و میدانم. اصلا فکر کنید من خودم رو میزنم به نشنیدن. بگید جلو بینندگان ما یاد بگیرید. ببینید چند بار پرسید بینندگان، نگاه کنید نمونه سوالاتو میخواد چی جواب بدم. بفرمایید. خیلی جالبه برنامه تاریخ بدون روتوش ایشون رو برید ببینید. سید محمد حسینی اینا از بچهای شبکه ولایت بودن که الان اومدن یه شبکه‌ای زدن، شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اونجا حاج آقای ابوالقاسمی هستن، ایشون هستن، آقای شریفی هستن، دارن فعالیت میکنن. شبکه‌شون رو برید دنبال بکنید و اگر توی کامنت ها دوست داشتید که این برنامه رو کاملش رو ببینید، همین مناظره‌ای که هست، بگید من لینکش رو میذارم توی کانال تلگرام. و به هر دلیلی اگر این برنامه حذف شد از یوتیوب، توی کانال تلگرام ما منتشر میشه. دو تا کانال تلگرام داریم که جفتش و آدرسش رو زیر همین ویدیو میذارم که راحت روش کلیک بکنید وارد کانال بشید، اخبار و کلیپ های دست اول و مطالبی که اینجا نمیشه منتشر کرد اونجا به سمع نظرتون برسونیم. بریم ادامه‌اش هم ببینیم. من نکات خیلی مهمتری هم دارم که میخوام بهتون نشون بدم و خدمتتون باشیم. آقا زرتوش کی بوده؟ پرسشی با شما پایدم. شما ادعایی کردید، گفتم از این من سه تا پرسش کردی، من سه تا پرسش شما رو در برنامه پاسخ دادم. من جواب شما رو یا دیدم یا ندیدم. به هر حال میخوام مخاطبم بفهمه. آقا مگه نمیگی برنامه رفتی جواب دادی؟ زرتوش کی بوده؟ 771 سال پیش. خب چند سال پیش؟ 71 سال پیش. یه بار دیگه بگید. 771 سال پیش. چرا گوشی رو از دهنت دور میکنی بعد میچسبونی که نیاد؟ دقیق عدد بگید به من. 1771 سال پیش. 1771 سال پیش سند. 1700. خب نگاه کن نمیشه خودت. 1700 سند. 1700 سند. برنامه رو احسن، من اصلا میپذیرم 3771 سال پیشو که نمیتونی سند بیاری. آقای امید دانا گفت هر کی بگه زرتوش قبل از 5-6000 سال پیش بوده، این کار صهیونیست‌هاست و انگلیسی‌ها و ایناست. شما چرا این عددو میدی؟ جواب داره هر چی بخواد بگه. شما هر چی میخواد بگه. به شما گفته صهیونیست. پس برید اول. شما که آقای امید دانا خواست بیارتتون بالا که دوتایی با هم زمین خوردید. الحمدلله خدا رو شکر ما سربلند شدیم، همه دیدن. شما اول برو با آقای امید دانا صحبت کن که گفته اگر کسی گفته زرتوش قبل از این چند هزار سال پیش بوده، یعنی این عددا کار صهیونیست است، بعد بیاید اینجا. اصلا تصور نکنید که اینجا وقتی میاد من میذارم این ور اون ور بریم. این یه بار تو لایو اومدی سر جریان انشان اینجوری شد. اینم بار دومتون. ما اکثرالعبر و اقل الاعتبار. عبرت چرا نمیگیرید که نمیتونید جواب بدید؟ خب حالا میشنویم پاسخ سوال بعدی مون هم میشه. گفتید 3771 سال پیش. من میگم امید دانایی که شما رو بالا آورده استادته، اون گفته این حرف صهیونیست‌ها و یهودیاست. جواب چیه شما؟ آقای شیخی جواب امید دانا رو میرید بدید دیگه. در مورد این سال زرتشت بالاخره شما یهودی هستید یا نیست؟ آقای امید دانا میگه شما یهودی صهیونیستی. یعنی خدا وکیلی جوری گیرش انداخت، مفتضح‌تر از این نمیشد. از دیشب که این رو برای من فرستادن چندین بار دیدم که ببینم منطق اینها چیه. هیچی ندارن، هیچ منطقی ندارن. این همه میگن زرتوش زرتوش زرتوش. اولا که زرتوش یکتا پرست نبوده، اینا قائل به سنویتن طبق چیزهایی که ازشون مونده. ها
حالا این دکتر حسینی اومده تو برنامه‌اش میگه آقا اولا اثبات کن که زرتوش پیامبر بوده، بعد اثبات کن که ایرانی بوده، بعد اصلا اثبات کن کی بوده، چون بعضی اومدن اصل وجود زرتوش رو زیر سوال بردن. حالا من نمیخوام ورود کنم به این مسائل، شما برید همین برنامه تاریخ بدون روتوش رو ببینید تو شبکه حضرت ولی اصغر جل الله تعالی فرجه شریف، خودتون دوزاریتون میفته چی میگم. اما یه تیکه دیگه اش مونده که اونجا اعتراف میکنه، اون اعتراف رو هم ببینیم، برگردیم اون یه نکته خیلی مهمی که میخواستم بگم رو هم خدمتتون عرض بکنم. آقای امیدوان در مورد زرتوش هیچ چی نمیدونه؟ شاید ندونه. یه ذره بریم عقب‌تر، عذر می‌خوام. در مورد زرتوش هیچ چی نمیدونه، وگرنه مثلا اطلاعات من در امیدوان امیدوانه که شما رو بالا آورده استادته، اون گفته این حرف صهیونیست‌ها و یهودی‌هاست. جواب چیه شما؟ آقا، آقای شیخی. جواب امیدوانا رو میرید بدید دیگه در مورد این سال زرتوش. بالاخره شما یهودی هستید یا نیست؟ آقای امیدوانا میگه شما یهودی صهیونیستی. در مورد زرتوش هیچ چی نمیدونه، وگرنه مثلا یه در مورد زرتوش هیچ چی نمیدونه. اطلاعات من در امیدوانا شاید 100% مخالف هم باشم. آقای امیدوانا در مورد زرتوش هیچ چی نمیدونه؟ شاید ندونه. شاید نه. اول گفتید نه. آقا شایدتون شک دارید؟ پس چرا تو لایوی که علیه من رفتید ایشون آوردید نظر بده؟ امیدوانا مگه آقا امیدوانا مرجع منه یا مثلا من به حرف ایشون هست که حرف بزنم یا حرفی نظرم؟ برای شما شاید خدا باشه، برای من نیست. آقای برای من امیدانه خدا باشه، برای من امیدانه ناسبی مرتده. امیدانه کسی بود که شما رو بالا آورد و شما شما تو برنامه تون ایشون آوردید علیه من صحبت بکنه، اونجا میشه کارشناس مدعوتون به عنوان کارشناس. کسی آورده تو برنامهش که بیاد نظر بده درباره زرتشت، که الان تو اینجا میگه که من اطلاعاتم از اون میشتم، اصلا شاید چیزی ندونه. حالا تازه مرتبه دوم گفت شاید. اما میخوام بگم دوستان دقت بکنید، اینهایی که دارن علیه اسلام کار میکنن، خب غرب داره علیه اسلام کار میکنه. در مکتب اسلام، در مکتب اهل بیت تربیت به گونه ایه که یک مرجع عالی قدر مثل مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی دست یک طلبه سیاه پوست رو میبوسه، بوسه میزنه بر دست طلبه‌ای که سیاه پوسته، از کشورهای آفریقایی این ور اون ور اومده، پای مکتب اهل بیت عمرش رو بذاره. مرجعی که خودش عمرش رو پای مکتب اهل بیت گذاشته، کتاب نوشته منتخب الاثر آیت الله صافی رو برید بخونید، اصلا حیرت میکنید خدا چه عزتی به این مرجع عالی قدر داده. حالا همین مرجع بزرگوار بوسه میزنه بر دست یک طلبه سیاه پوست. اما همین هفته گذشته بود شما تو لیگ اسپانیا دیدید شعارهای نجات پرستانه داده شد. اینکه اسلام با این ملیگرایی فکر مخالفه میدونید برای چیه؟ ببینیم شما مثلا میان میگن زرتشت گفتار نیک کندار نیک پندار نیک، چقدر شیکه، چقدر دلنشین ظاهرش، اما وقتی به کنه ماجرا میخوای پی ببری میبینی اصلا همچین چیزی جور در نمیاد. الان علامت لایک رو همه تون میدونید، توی اروپا توی غرب هر کس نشون بده به نشانه تایید، احترام، همسو بودن، تحسین کردن دیگری، از این قبیل مسائل، این مفاهیم ازش میاد بیرون، به ذهن متبادر میشه که آقا منو مثلا تایید کرد. اما تو همین جامعه ما این حرکت رو به یکی نشون بدی، طرف میزنه زیر گوشت، میگه این چه حرکتی بود. یعنی فرهنگ ها، آداب و رسوم ها نمیتواند جای دین رو بگیره، ولی اینکه شما با کلمات پرتمطرا و خیلی شیک و خیلی دلنشین و دلچسب بخوای بیای مثلا بگی پندار نیک کردار نیک گفتار نیک. همین هایی که این مسائل رو مطرح میکنن مثل مایوس نادان تو برنامه‌هاش بدترین توهین‌ها رو داره به اهل بیت میکنه. ببین اینکه اختلاف عقیده باشه در جهان مرسومه، 8 میلیارد تو کره زمین جمعیت هست، یه عده مسلمانن، یه عده مسیحیان، یه عده یهودیان. توی هند برید ببینید چه خبره، از آلت پرست و گاو پرست و همه رقمی هست، توش مسلمانم تازه هست. اما اینکه تو به بهانه نقد یک مکتب بخوای فحاشی بکنی، این نشانه بی ادبی توئه. پس تو نمیتونی از کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک دم بزنی. این که من این تصویر از مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی و این تصویر رو مقایسه کردم به این دلیل بود که به یک نکته‌ای برسم و اون نکته رو به شما عرض بکنم که حواستون باشه اسیر هیاهوی اینها نشید. کدوم هیاهو؟ آیه 135 سوره نساء رو ببینید، میگه ای اهل ایمان، خدا داره به مسلمونا میگه، یه همواره در همه امور زندگی قیام کننده به عدل و گواهی دهنده برای خدا باشید، هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خیشانتان باشد. اگر یکی از دو طرف نزاع توانگر یا فقیر باشد، با لحاظ کردن وضع آنان
برخلاف خدا گواهی ندهید، زیرا خدا به حمایت از آنان و رعایت حالشان سزاوارتر است. پس در هنگام گواهی دادن از هوای نفس پیروی نکنید تا از حق منحرف شوید. اگر زبانتان را به سوی گواهی ناحق و دروغ بپیچانید یا از گواهی دادن روی برتابید، یقیناً خدا همواره به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. یعنی چی؟ سادش کنم به شما بگم و برنامه را جمع بکنیم. چکیده، خلاصه و اساره این آیه یعنی انصاف در اسلام. آقایی که ادعای ملی‌گرایی می‌کنی، با تو هم سوال دارم ازت. اگر پدرت و عموت به اختلاف بخورن، اگر شما و همسایتون به یک مشکلی بخورید، خدا، پیغمبری، نمیدونم به چی اعتقاد داری، به همون چیزی که اعتقاد داری قسمت میدم برو خلوت کن، به وجدان خودت رجوع کن، حق رو به خودت، به پدر مادرت، به خانوادت میدی یا به دیگری. این دیگری که میگم شامل همون عموت میتونه باشه، شامل همسایه باشه، شامل رفیق و دوست و آشنا و همکار و اینا هم باشه. اما تو مکتب اسلام چطور تربیت میکنه؟ میگه حق رو بگو ولو به ضرر خودت باشه، انصاف داشته باش، مدارا کن، به بهانه رفتار نیک و پندار نیک و گفتار نیک به دیگران حمله نکن. این همه بچه مسلمون مناظره میکنن تو شبکه اجتماعی هم هست، یه بار دیدید به مقدسات طرف توهین بکنن، از الفاظ رکیک استفاده بکنن؟ من ندیدم. بله امکان داره یه آدمی پیدا بشه مثل اون طلبه افغانستانی که رفت الان تو آمریکا کچلواری شده، کرواتی شده، به مقدسات اهل سنت توهین میکرد، برادران اهل سنت رو با الفاظ زشت مورد خطاب قرار میداد و ما بچه شیعه ها از امثال این براءت جستیم، گفتیم آقا این تعطیل ها مرخصه. اما اینها برای اینکه برنامه‌شون دیگه دیده نمیشه میان به مقدسات توهین میکنن. اونم کدوم مقدسات؟ همون مقدساتی که اعتقاد به اونها این کشور رو حفظ کرده. تمام اندیشکده های غربی متفق القول از دو تا چیز میترسن، یکی قیام امام حسین، یکی ظهور امام زمان سلام الله علیه. اینها برای چی به این حمله میکنن؟ چون اقتدار جمهوری اسلامی براشون مهم نیست، عزت ایران و ایرانی براشون مهم نیست. اینها نقابشون رفته کنار، نفاقشون مشخص شده، چهره اصلیشون رو شما دارید میبینید. اینها گرگهایی هستن که در لباس میش اومده بودن. الحمدلله همونطور که گفتم اینا برنامه‌سازهایی که جمع کرده بودن یکی یکی ضربه بزنن، همونطوری یکی یکی هم به فنا رفتن. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید، براتون مفید فایده بوده باشه و بتونیم شیادان رو بیشتر رسوا بکنیم در فضای مجازی، چون یکی از وظایف ما همینه. رهبر انقلاب پارسال تو سخنرانی مراسم ارتحال امام که داشتن چندین توصیه کردن، فرمودن جنگ روانی دشمن رو افشا کنید. نکاتی هم داشت، مقابله با هویت زدایی از انقلاب و تحریف حقایق اون، جلوگیری از تحریف امام و کمرنگ کردن یاد ایشون در جامعه، جلوگیری از نفوذ ارتجاع در کشور، یعنی پیروی از سیاست و سبک زندگی غربی که اینا الان دارید میبینید دیگه، پیرامون حجاب هی برنامه تولید میکنن برای اینکه به صحت خانواده ضربه بزنن، سبک زندگی غربی رو در ایران جا بندازن، بهره گیری از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح. متاسفانه خیلی از اینهایی که به اسم انقلابی بودن و نمیدونم کار برای جمهوری اسلامی کردن و ایران رو عزیز میدونیم و فلان دارن میان، اما هیچ صحبتی از معنویت تو برنامه‌هاشون نمیبینید. جلوگیری از بن‌بست نمایی از اوضاع کشور و مایوس کردن مردم. الان ببینید طرف اومده برنامه می‌سازه به اسم اقتصاد و فلان و اینها، لابلاش می‌بینی همش پمپاژ یأس و ناامیدیه. انتقاد یه بحث دیگه است. انتقاد بارها و بارها، من بیشتر از همشون هم انتقاد کردم. اینکه مایوس کنی مردم رو. یکی از گناهان بزرگ در قرآن یأس از رحمت خداست. حالا این هم می‌تونه یک شمه‌ای از اون یأس باشه. یعنی مردم رو ناامید کنی نسبت به آینده. و مورد بعدی که ایشون میفرماید افشای دروغ و جنگ روانی دشمنه. ما الان در یک جنگ تمام عیار هستیم که دشمن داره کار میکنه. باید کار بکنیم، شب و روز نشناسیم و انشالله تا زمانی که خون در رگهای ما جاریست و نفسی میاد و میره در این راه خواهیم بود، سربازی امام زمان میکنیم انشالله اگر لیاقت داشته باشیم و حضرت نگاه لطفش رو از ما بر نداره. ممنون که تا انتهای این برنامه هم همراه من بودیم. لایک ویدیو، کمک میکنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.